سلام ارادت، وقتتون بخیر باشه. من محمد کریمی هستم. به قسمت اول صندلی داغ روبیک خیلی خوش اومدین. تو این برنامه قراره که توی هر قسمت از رکورددارای ایران و قهرمانهای ایران دعوت کنیم بیان اینجا. هم سوالای روبیکی داریم، هم سوالایی که حالا در مورد حواشی روبیک هست داریم، مثل مسابقات و عکس و فیلم و چیزای جذابشون رو داریم. و هر قسمت قراره با یکی از قهرمانهای ایران یا رکورددارهای حال حاضر یا رابی رکورددارهای سابق ایران ما مصاحبه بکنیم. توی این قسمت در خدمت کسرا ساربان ها هستیم، رکورددار حل مکعب روبیک ایران در آیتم 3x3 با رکورد 6.27 خب ویدیو رکورد 6.27 کسرا رو دیدیم که تو مسابقه شکاستان 2019 سر شد و الان کسرا 3 ساله که رکورددار سینگر ایرانه. کسرا سلام، خودتو معرفی کن، چند سالته، از کجا، از تهران دیدی؟ یه معرفی ریز بود. سلام به همه کسی که ویدیو رو میبینن، کسرا ساربان هم همونتی که میدونی چند سالته؟ الان 16 سال هم دیگه، تازه رفتم 16 سال. چند سال دیگه رکورد رو زدی؟ 12 سال؟ 4 سال پیش بود. 3 سال پیش. شاید باور نشه. 12 تو 12 13 سالگی زدی. عجیب بود. من خودم الان به این دقت کردم. جدی الان دقت کردم. چقدر سنت کم بود؟ آره دیگه، اگه 2000 آره 2000. متولد چندی خودت؟ من 85. 85. آره تو 12 و نیم سالگی اینطور. آقا دمت گرم. الان خودم با اینکه کسرا 5 6 سال میشستم الان دقت کردم چند سال. آقا دمت گرم. چند سال روبیک کار میکنی؟ یعنی چند سال کلا روبیک بلدی؟ من زره فقط تونوجو بده بالاتر. تونوجو صدا رو. فکر کنم من از کلاس دوم سوم دبستان که بودم تو مدرسه هم کلاس روبیک داشتیم. بعد از اونجا بود که دیگه به روبیک علاقمند شدم و بعد حالا رفتم کلاس حرفه‌ای‌تر، خودم مثلا روش‌های مختلفو یاد بگیرم. بعد دیگه اینجوری شد که تازه افتادم تو خط روبیک و رکورددارا. یعنی روبیک رو تو مدرسه یاد گرفتم؟ آره اولش مدرسه یاد گرفتم، بعدش هی گذشت علاقمندتر شدم، خودم رفتم دنبالش. بعد ولی مثلا با ویدیو اینا یاد نگرفتم، با کلاس رفتم و این چیزا. فکر کنم 7 سال 8 سال روبیک کاری کار. آره دیگه کلاس. شما اولی ذهنیتی که از کسرا دارم یه مسابقه بود سال 2015. اون موقع هم این شکلی نبود، یه موهای بلند داشت. حالا اگه عکس داشت موهای ویدیو دارم داورم بود. خب خیلی خوبه، اینو بعدم برام بده بذارمش. من اولین ذهنی که از کسرا دارم، من و مرزاد بودی وایساده بودیم، یه پسر بچه‌ای بود دقیقاً انقدر بود اون موقع، بیشتر انقدر نبود، یه موهای بلندی داشت. شاید اون موقعش این میشل بود. گفتم آ مرزاد این چقدر صورتش بالاست، بعد هر کی رکورد می‌زد عین پروفیل بالا پایین می‌پرید. دقیقاً همچین ذهنیتی اولین تصویر من از کسرا بود که هم مرزاد گفت صورت دستش خیلی باز، هم من اون موقع دقیقاً یادم میانگین 18 زده بودی. آره. شاید خواهی یاد نباشه. موقع 20 همین 18-20 میزنم. آره. ولی دونه رکورد فکر کنم 15 سنیم 15 زده که خیلی پرید هوا و جیغ زدی. آره. و خیلی خوب، یه خیلی خوش. من اون موقع کسرا میگم چند سالت میشد؟ از شب سقدر رفتی تو سن و اینا. آره. خیلی شما 7-8 سالش هم بودش، بیشتر نبود، ولی 17-18 میزد. آره دیگه 7-8 سالش بود. خیلی خیلی تمرین میکرد کسرا. یعنی الان بخوایم بریم اون، اول بگم ببین اصلا چی شد به روبیک یاد فهمیدی؟ چی شد فهمیدی مثلا دوستای سرعتی کار کنی؟ اصلا علاقه داری؟ فکر میکنی استعداد داری یا نه دوستش فقط تمرین کنی؟ چون میگم خیلی تمرین میکنی ولی استعداد رو هم متاسفانه داری. مثلا حالا این داستان استعدادی که میگی، مثلا من وقتی موقعی که کلاس اینا میرفتم همه بهم گفتن مثلا سرعت دستت اصلا خیلی بیشتره. آره. بعد مثلا تو یه سری چیزا مثلا من این چی پیش میگن طرز دست گرفتن فینگر تیپس گذاری،
اون فینگر فلیپس انگوش گذاری مثلا خیلی با هم فرق کنه. همه از روی مثلا ویدیوی میشینن انگوش گذاری یاد میگیرن، ولی من اصلا مثلا یه انگوش گذاری خاصی خودم دست دارم. چه تنها کیوبریه که به نظر من دست راستش با دست چپش یه سرعت رو داره. حالا همه تون میدونین دست راست با دست چپ یه دفعه با دست چپش چند تا الگوریتم بزنن زدیو بالتر هست تو لطفا حالا با دست راست بزن از تمرین کارش میرسیم با راست بزن تا فرقی نمی کنه دست راست و چپش. تنها کیوبریه که حالا من تو این 10-11 سال دیدم، حالا خودش اینجاست پرو میشه، ولی کسیه که واقعا سرعت دست چپ و راست، یعنی خود من اگه راستم 100 باشه طبعا 70ه کس رو هم بذارم ماشاءالله راستش 100 هم چپش. خب داشتی میگفتی به بخش از صحبتت داشتی میگفتی که انگوش گذاریم فرق داشت و بعد مثلا اینجوری بود که من اصلا انگوش گذاری از ویدیو چیزی یاد نگرفتم همینطوری، بعد مثلا اولاش راستم قوی‌تر از چپم بود. خب پس اوایل سرعت دست راست از دست چپ بیشتر بود، تمرین کردی دست چپت به سرعت دست راست بتونه. الان به نظر خود سرعت دست راست بیشتر دست چپت؟ الان خیلی شبیه همه، من همون میگم تشخیص کلا من نمیدم. مثلا قبلا راستم قوی تر چون بخیر راست دستم، ولی الان مثلا راست چپم خیلی شبیه هم. راست دستی یا چپ دست توی نوشتم؟ توی نوشتم همه چی راست. عجیبه چه پس انگار چپت قوی. آره کلن علاق مثلا وقتی که دیدم حالا چیز صحنه که من دیدم تو همیشه دوست داشتی رکورد خوب بزنی، حالا از بچگی دیگه تقریبا من فکر کنم 7 سال 8 سال میشه اولین بار تو دیدم، چی شد که دوست داشتی، چه هدفی تو ذهن داشتی که انقدر روبیک رو جدی تمرین کردی؟ ببین اولش ما که تو مدرسه بودیم، یعنی منو با یه دوستم خیلی رقابت با هم داشتیم، یعنی بعد یه جوری بودش که مثلا رقابت سنگینی بود بینمون، بعد یعنی یه جوری تمرین می‌کردیم که به اصطلاح کلمو بخوام. بعد از اونجا شد که بعد بازم با هم رفتیم حرفه‌ای، ولی از اون یه جایی اون دیگه ول کرد و باز من رفتم ادامه دادم، ولی مثلا بیشتر اون اولش به خاطر رقابت با اون دوستم بود که خیلی یهو اومدی دیدی تو رقابت کشوری دیدی. آره بعد مثلا آدم رقابتی و کلاندازی هستی. آره حالا خیلی حالا بهش میرسه میگن کسرا دروغ میگه تمرین نمیکنه، ولی واقعا کسرا تمرین نمیکنه، در مسابقات که میشه همین رویه کلاندازیشه به نظرم. خب پس اینطور من به نظر خودت حالا اصلا شکست نفسی اینا رو بذاریم کنار، استعداد داشتی تو رو بگی یا پشت کار داشتی؟ ببین اینا جفتش با هم یه چیز پکیج خوبه. به نظرت مثلا تو خیلی آدمی بودی که نه تمرین نمی‌کردی هی پیشرفت می‌کردی یا نه؟ چون من میدونم بقیه نمیدونم. ببین چقدر تمرین می‌کردی اینجوری بپرسم؟ اول اینکه مثلا یه استعدادی وقتی یکی داشته باشه بدون تمرین به اینجا نمیرسه، یعنی این استعداد اگر یکی داره باید با تمرینه به اون استعداد رونق بده به اصطلاح. ولی مثلا من اون اولاش تمرین خیلی کم بود، بعد این زیاد شد. بعد دوره اوجت روزی چند تا حد میرفتی؟ بعد من به یه جایی رسیدم که مثلا رکوردم حدود 13 بود و خب فکر کنم که همه میدونیم 13 رو به 10 و 9 رسوندن خیلی کار سختی و اصلا راحت نیست، خیلی تمرین زیادی میخواد. بعد من تو کلاسم و مربیمون آقای مصطفی گفتن که الان هم دلیگیت ایران آقای مصطفی، بعد گفتن که یکی تو موافق کن 5-6 نفر بودیم کدومتون مثلا اراده اینو دارید که 10,000 تا هر تو یک ماه برین و بهتون قول میدم که مثلا یه پیشرفت خیلی خوبی داشته باشیم. بعد فکر کنم هیچ کدوم قبول نکردیم یا یه دونم با من، بعد اینجوری که قبول کرد من قبول کردم و یکی دیگه یه اونم نکرد یادم نیست. نه اون تا میدونم کیو میگی ولی حل نکرده بود. خب بعد روزی 400 تا هر میرفتم اون موقع. اون موقع که من 13 میزدم مثلا 13 ثانیه میزدم خیلی زیاد بود برام، فکر کنم بشه روزی 2 ساعت وقت بود نه بیشتر، چون 100 تا حل میشه 40 دقیقه. 100 تا حل میشه چند دقیقه؟ میشه 4 ساعت تمرین میکرد. یعنی 400 تا حل در روز اسکرمبل میکرده حل میکرده. بیشتر 400 تا هم داشتی ولی بعضی روزا که مثلا بیکار بودم، ولی مثلا تو دوره تابستون بود ولی 400 تا رو قطعا داشتم. یعنی زیر 400 تا نمیرفتی؟ نه. مثلا اگه یه روز نمیرفتم روز بعدش 800 تا میرفتم. اینایی که مثلا یه روز تمرین نمیکنن میگن حالا امروز خسته این دو روز دیگه حالا همونقدر تمرین میکنم، از اشتباهه دیگه، قبول داری اینو؟ یه سری اصلا امروز تمرین میکنن 100 تا میگن خب ما دیگه امروز ترکوندیم
فردا نمیکنن، پس فردا 50 تا میکنن، چون پس اینجوری به نظر پیشرفت نمیکنه کسی. به نظر میاد این برنامه منظم اگه داشته باشن خیلی به نفعشونه. بعد میگم من بعد این دوره یک ماهی که مثلا آقای مصاحبه میشتم کردن، فکر کنم از 13 مثلا رکوردم یه ثبات 9 و 10 نه مثلا 10 ثابت میزدم 9 مثلا یه سری رکوردای 9 و 8 هم داشتم ولی تک و توک بود، ولی بیشتر 10 میزدم. یعنی مثلا تو یک ماه من از 13 به 10 رسیدم. در واقع فاصله زمانی 13 تا 10 اصولا زیاد طول میشه ولی کسره خب خیلی سریع. آره مثلا فکر کنم توی قبل 8 بود، بعد یه مثلا امتحانه اون اینا میشد میخوردیم به تابستون، یعنی توی این فاصله این میشنه. الگوی داشته تارا تو رو به یک ایرانی خارجی حلش رو دوست داشته باشی با حلش حال کنی؟ مثلا که مثلا من خیلی تمرین میکردم خب اصلا اکسپورت نبود، فیلیکس خیلی بود، حلای اونو خیلی میدیدم مثلا دوست، نه اینکه مثلا این هیروتون بود مثلا یکی میگه آه چقدر رو بیک خفنه خیلی خفنه، ولی نه این به عنوان اولیگو، ولی فقط حلاشو میدیدم خیلی خود جذاب بود برام. موقعی که میخواستم بیام مثلا رکورد چیزی برسم اون خیلی برام جذاب بود. بعد من کلا توی ایران مثلا اون موقع کسی نمیشناختم مثلا، یعنی بیشتر فقط همین خارجی هم من چیز فریکسینا، ولی کلا چون تو یوتیوب نام میچرخیدم زیاد ویدیوهای خیلی عالی میدیدم. حالا من میخوام بگم حل مکس حل کسر رو شبیه که به نظرم سبک حلش شبیه تایمونه، میشناسه تایمونه که تایمون خیلی حل شبیه تایمونه. یه سوال بپرسم، خب گفتیم کسر رو الان حدود 3 سال رکورددار رو میگه ایرانه، اون لحظه‌ای که رکورد ایران شکستی چه فعل اون حالی توی شکر چه حسی داشت؟ اینجوری بپرسم ازت. آخه میدونم نمیتونی با کلمه بگی. آره من اصلا فکرش نمیکردم، ولی من فکرش میکنم یه روزی رکورد ایران بشه. خودت فکر نمیکردی؟ چرا ولی شیش رو فکر نمیکردی؟ ولی نه برای شیش فکر نمیکردم. مثلا فکر با یه هفت پایین مثلا. آره یعنی نه خب موقع رکورد شیش داشتیم. آره شیش داشتیم. آره هفت نمیتونست، ولی مثلا فکر نمیکردم تو مسابقه کلی نه شیش بزنم، یعنی سه غیر عجیب بود برام. اختلافت هم با شیش قبلی خیلی زیاد بود، نیم ثانیه بود. آره امیرعلی 6.74 بود، کسرا 6.27، نیم ثانیه خیلی زیاده. نیم سنت تو مسابقه حالا مثلا بچه‌ها فرق نفر یک مثلا اول تا صدام روی شاید یک ثانیه باشه. یه چیزی که همه میگن الان تمرین داری؟ الان نه واقعا تمرین نداری؟ نه واقعا، ولی خب ولی مسابقه چیزی باشه قبلش مثلا اگر یه ما قبلش بفهمم میشینم تمرین میکنم. آخه تمرین نمیکنی، دروغ میگی. آخه راحت بهتون میگم مسابقه قبلی کی بود؟ ویلکام بک 2022 تو بهمن که حسین روشن اول شد، کسرا دوم شد، من سوم شدم. خداییش پیامامو چتامون هست تا دو سه شب قبل مثلا کسرا تمرین میکنی؟ میگفت نه هفته قبل کسرا تمرین میکنی؟ میگفت از فردا از فردا. یه شب قبل مسابقه نشست خود چون خودش یادش نیست مثلا حافظه ماهی دقیق بودن من، ولی عجیب غریبه. یعنی فکر میکنم اون روحیه‌ای که خیلی رقابتیه برگ برندت به نظر من تو مسابقات یکی تجربه زیادته، چون کسرا هم داخل ایران مسابقه داده هم خارج ایران. خارج ایران کدوم کشور مسابقه داده؟ دبی رفته بودی تو؟ ترکیه. ترکیه رفته بودی، سام رفته بود دبی. کسرا هم مسابقات زیاد شرکت کرده، هم کلا استرس من استرس من تو 6 وقت نیدم داشتی تا نه خیلی کم شده کلا از بین رفته. آره بالاخره دیگه وقتی یه چیزی میگذره، مثلا الان من به رکورد رسیدم بعد دیگه انگیزه برای تمرین کردن زیاد ندارم مثلا. خب یه سوال دیگه، خب فیلیکس همیشه رقیب ذهنیش ماکس والش بوده، ماکس وال رقیب ذهنیش تایمون بوده، هر کی رقیب ذهنی باشه تو دوره شما به نظرت اگه بخوای بگی یه رقیب اصلی داشتی که مثلا حس رقابت بیشتری باهاش داشتی، نمیگم تو بهتر بودی یا اون، به نظر رقیب اصلی کی بود؟ فکر کنم موقعی که مثلا دوره زمانی که خیلی روش بودیم ما تمرین میکردیم، من با امیرعلی به نظر خیلی امیرعلی فرج نژاد رکورد قبلیه، چون که امیرعلی هم رکورد زده بود بعد، یعنی کلا ما هم دو تا رقابت زیادی داشتیم. به نظرت سینگل تو کی میزنه؟ اینجوری بپرسم از بچه‌هایی که الان هستن یا از بچه‌ای که بودن مثلا، به نظر کسی هست الان تو این بچه‌ها نداره؟ والا از کسایی که مثلا تو دوره من بودن که با من تمرین می‌کردن فکر نمی‌کنم الان دیگه کسی بزنه، ولی بچه جدید فکر می‌کنم حسین روشن. حسین روشن فکر می‌کنی؟ فکر کنم بزنه دیگه. چون که توی مسابقه آخرام هم شیش هم زدم. اونجوری که ازش پرسیدم هم تمرین خیلی زیادی داره هر روز، هم به قول شما 6 ساعت و خلاصه کلا تمرین زیاد
بله مثلا یعنی نتیجه خوبی هم بده بگیر ازش. حتما بس میرسیم به اون بحث اول دیگه، هر چقدر تمرین کنی دیگه. سینگل ایران با کدوم رو بکت زدی؟ خمه میپرسن اووردی با خودت اول؟ نه ایواردی سینگل دبلیو ار ام آها نه ایواردی شد دبلیو ار ام 2018 درسته؟ آره خودش هم نمیتونه من مواد بدونم. آره 2019 دبلیو ار 2019 بود 2018 بود ولی مکعب اصلیت همیشه اینجا هست. ببینم آه این جی تی اس هست اصلا همه مسابقات با اینه فکر کنم. ولی دبلیو ار ام زیاد یه دوره کوتاهی دستت بود. مثلا خیلی تنظیمش فکر میکردم خوبه ولی خیلی شل بود توی مسابقات این جام حذفی که داشتیم پاپ کردن باشه. آره کلا خوب نبود ولی سرم یه دونه حله دیگه خوشم. توی مسابقات جام حذفی هم کسرا تنها کسی بود تو قهرمانی داشت من پشت سرم مسابقه آخرت هم حذفت به خاطر این پاپه بود. آره یادم برند روی که مورد علاقه است من حالا اصلا گنز و حالا شاید خیلی آرام دوست داشته باشم مثلا حالا به نسبت هم برند دوکسه گنز درسته؟ نه نایک آدیداس دیگه. اصلا گنز رو دوست ندارم باشه همیشه من گنگ آقای کریم اصلا شما زاویه داری با گنز به خود منم دوست ندارم عجیبه. یه برند مورد علاقه یه دونه مویه خوب بود یه دونه هم کایو این دوتا خیلی بود برنده یکی قبل بوده ولی گنز رو من اصلا رو پشت دوستم. بعد اینکه به نظرت الان هدفی تو کیوبینگ داری که مثلا بخوای دوباره بخوادش تمرین کنی؟ چون مثلا من حس میکنم تو دیگه بعد از سینگل ایران دیگه کلا تمرین رو ول کردی مثلا من به اون ماهیت ذهنیت رسیدی. درسته که مسابقات کمه تو ایران حالا انگیزه اینا کمتر میشه چیزی هست که هنوز بخوای مثلا یه موقعی شاید دوباره بخوادش تمرین کنی؟ ببین یکی که من چیزو مثلا اوریج 3 درصد تو ایران دوست داری بزنی دوست دارم ولی خب تمرین خیلی زیاد میخواد بعدش هم یعنی باید یه شرایطی برام بشه یا مثلا دوستم که اولش باهاش بودم یه رقیبی برام باشه که انگیزه داشته باشه کلشو بیاره بالا. یکی اون یکی هم سینگل اسکیو. یه جریانی بود سینگل اسکیو تو آسیا رو شکستی چی یادم مسابقه آفتاب 2018 بود چی شد اون قضیه یادم نیست. من 1:16 رکورد زدم توی روبی که اسکیو نشون یه دوربین بده وینگی سینگل چی بود؟ آسیا بود؟ آسیا بود دو جهان اون موقع مهرزاد سینگل آسیا بود 1:64 بود بعد من میشدم آره میشد مهرزاد گلی اول میشد بود اول بود میشد دوم کسر رو شد اول آسیا دوم جهان که یه خورده به نظرم خیلی سفت حذف شد این رکوردش به نظر من اونم فینیش داری یا نگه داشتی که این بده نظرم تنها ایرادی که ازش گرفتن این بود که گفتن خب به جای این تیکه دادن این تیکش هم رو تایمر بوده که حالا مثلا من باید اینجوری میذاشتم اینجوری میذاشتم تموم کردن دیگه شروع تو جوگه نده بودن شروعش دو من دقیقا نمید شروعش درست بود یه خود دیگه صدای تشویق اومد و مثلا کسرا رکورد آسیا رو شکست. خیلی به نظرم سفت گرفتم به نظر من مثلا نباید مثلا اون رکورد حذف میشد مثلا خیلی ناب خیلی تو ضد حال بود. آره ضد حالیش خب بعد مثلا بعد یکی دو ساعت بعدش چیز شد. آره اوکی ثبت شد یه آره. نه آقا این چیزه و ما ایمیل زدیم آره اینش بعد بود ولی اگه همون موقع میشد اونقدر چیز نبود ولی اینکه بعد مثلا بودم خوشحال میشه ضد حال بود. تجربه تو روبیک داشتی؟ نه نه دیگه بیشترین خوشحالی که تو روبیک داشتی با چه اتفاقی بوده؟ همین اسکیوبه یعنی از ان آر ایران بیشتر خوشحال شدم. آره خیلی بیشتر بالاخره رکورد آسیا دو جهانه ولی ان آر فقط رکورد ایرانه. یعنی اصلا آیتمه برات مهم نبود؟ نه با اینکه خیلی یعنی هم بزرگترین پیروزی بود هم بزرگترین شکست. آره جفتش خیلی خدا. حالا یه چند تا سوال یه وقت تو بگیریم سه تا آیتم مورد علاقه است سه درس اسکیو این دو تا که آیتم اصلی من یعنی یه دونه دیگه بخوای دوست داریش مثلا حل کنی مثلا شاید آیتم مسابقاتی نباشه چهار تا رو خیلی دوست دارم ولی هیچ موقع
خیلی حرف ولی بلم نمیزدی به نظرم سی چه؟ آره چه میزدم پشت هم میزد باید پرسن توی همه آیتما یه زمان خیلی تمرین میکردم مثلا توی همه آیتما مثلا من الان دو در دو سینگل یک دارم آره راست میگه خاصه آره توی همه پیرامینه سینگل سه دارم یه دوره همه رو با هم پکیج تمرین بعد دیگه یه جوری شد که فقط روی اسکیو و سه درسه تمرکز کردم میدونم خودش یادش نیست ولی من یادم از دقیقا چون در تنسان یه زمانی روزی 5-6 ساعت رو تمرین داشتیم آره این اصلا یه ساعت اسکیو میزد یه ساعت پیرا میزد دو ساعت من 5-4 رو خیلی دوست داشتم ولی بعد دیگه به یه جایی رسیدم که بعد فقط یه دونه رو ولی مثلا جز 3 درس اسکیو هم انتخاب کردم چون که هم اون میشه خیلی خوبیه بعد اینکه کسی دوستش هم داری آره خیلی دوستش دارم بعد اینکه کسی تو ایران زیاد اسکیو علاقه نداره ولی ولی یعنی رکوردای خوبی تو اسکیوب داریم مثلا آره مثلا ابرش که دست تو سینگلش دست مرسدس سیمرساد به مدت گفتیم دیگه اون دوم آسیا دوم جهان بود ولی عجیب غریبه آره آقا حالا چند تا سوال تخصصی از خود روبیک و تمرینش بپرسم چون سوالایی که از من میپرسین عجیب سوالاتون در مورد کسرا هم زیر کامنتای من میپرسین کسرا چقدر تمرین میکنه چه روبیکی داره ببینم روبیکی از چی فهمیدیم الان که جی تی اس 2 ام عوض هم چون آره روبیک نمیخری که اصلا یه دوره بری روبیک خیلی میخری یه دوره یه زمانی هر ساعتی که میکنم یه رفرش میکردم یه ببینم چی جدید اومده خیلی ذوق اینا داشتم ولی الان دیگه نه یعنی به شما هم که الان داریم ویدیو رو میبینی و هست رکورد زدن داری یا هر چی بهت میگم که روبیک خریدن یه زمان خیلی خوبه ها مثل هر چیزی مثلا طرف یه ماشین میگه دوست داری ماشین شو بهتر بکنه روبیک خریدن هم خیلی خوبه ولی بیش از حدش نه من یه همشو دارم ولی یه سریاش که مثلا از کلکسیونی داری آره ولی کلکسیونی که دیگه هیچ ارزشی نداره یعنی میگم مثلا شما این همه به روبیک خریدن چیز نداشته باشید روبی چقدر رو رکورد تاثیر داره؟ مثلا دارم میگم الان شاید من با این الان که تیچی تمرین ندارم الان بزنم با این ده بزنم قطعه باش حلم میدیم من یه شینشو مثلا به این بدی فکر کنم شینشو دیگه ضعیف تری برم بشه دیگه مثلا شاید 12 بزنم یا 11 الان مثلا من دوتا گنز داشته باشم فرقی داره تو رکورد نه ولی بعد یه چیزی هم بهتون بگم مثلا الان میگم خیلی چیزایی که من تو این دوره دیدم مثلا حالا مثلا خیلی هم میگن که آقای کریمون گنز دستشه مثلا بهترین روبی که فلان نمیسته ولی اینجوری نیست الان مثلا چون فیلیس گنز دستشه آره مثلا روبی که من آشد هیچ که تو ایران دستش نباشه خب ولی من دوستش دارم چون که روبی که به دست تو آره الان سو شد آقای کریم روبی که من دوست نداشته باشه من آقای روبی که آقای کریم دوست ندارم باکی ولی بستگی به این داره که خود آدم سلیقه پس قبول داری این سوال اشتباهی که به آدم بهت میپرسن کدوم روبیک بهتره قبول داره بستگی به سلیقه داره میگم الان مثلا آقای کریم این گنز هم دستش میشه من دوست ندارم مثلا میگن که آقای کریم گنز رو استفاده میکنه خیلی خوبه ولی اینجوری نیست سلیقه‌ایه حتما من هیچ وقت استفاده نمیکنم حالا پس این از این به نظرت چجوری تمرین ببین یه سری الان بچه‌ها ذره عجولن راحت داریم بهت مثلا فکر می‌کنی که اگه الان 20 ثانیه ان فردا باید بشه 19 پس فردا باید بشه 17 آیا پیشرفت سرعتش یکسانه برای هر شخصی یا مدتش بالاخره پیشرفت سرعت و چیزی نه یعنی سرعت نداره پیشرفت کردن واسه نسبت به تمرین و علاقه و نمیدونم مثلا میگم اون رقیب و بعد انگیزه که داری مثلا آدم برای خودش یه چیزی قرار میده که میگه آقا من مثلا سر یه سال باید رکورد بزنم پس این ببخشید دیدگاهش بلند مدته عددی که بولی یک ساله بعضی اصلا دو هفته تمرین میکنن آقای کریم چرا من زیر زمانم پایین نمید منطقیه دو هفته مثل اینی که مثلا شما تو دو هفته بخوایی بسکتبالیست خوب بشی نمیشه که این بعد تیه مثلا یه بسکتبالیست خوب یه مثلا 5 سال بسکتبال حرفه کار میکنم تیه بسکتبالیست خوب بشی این هم همونطوریه مثلا دو هفته ای نمیتونی به جایی برسی راحت یه مدتی یا یه به اصطلاح تارگیتی برای خود مشخص کنی بعد تو اون مدت به اون برسی روبیک رو درست هم تحصیل داشت بعد خوب رو اختلال رو درست روان تحصیلیت اذیتت کرد؟ اذیت یه زمان یه جوری بود که مثلا درس نمیخوندم فقط روبیک تمرین میکردم ولی خب دبستان هم بود یعنی چیز زیادی از دست نمیدید؟ نه اون موقع نه ولی بالاخره مثلا من خیلی مرسم سختگیر بود شیشم دبستان هم انگار واقعا پشت کنکور بودم یه اینجوری بودم خب
آره تاثیر داشته در مثلا کلاس چهارم یا پنجم، چهارم خیلی افت داشتم ولی پنجم مثلا روبیکو کم کردم، درسمو بیشتر کردم، به این ترتیب رفت بالا. آره دیگه این چیزی، ولی آره یه مدت خیلی رو درسم افت داشت. روبیک با سن، سن آدم هرچی بالاتر باشه کیوبر بهتریه به نظره، یا هرچی سن کمتر باشه. نه الان مثلا دارم میگم همون شما میگه الان من 12 سالگی زدم، شاید اون رکوردی که من 12 سالگی زدم مثلا الان نمیتونی بزنی. نه مثلا یکی که 27 سالش بشن نزده اون رکورد خود من. آره پس اصلا به سن رب نداره اتفاقا، به نظر من هرچی سن کمتر میشه مشغله اون کمتره، وقتت بیشتره. آره منظورت حالا اینه که خب چون مشغله کمتره وقت تمرینی بیشتری داری، بیشتر میتونی ازت نتیجه بگیری، سن که میره بالا دغدغه بیشتره، مشغله بیشتره، کار بیشتره، به حال یه خورده سخت‌تر میشه. اگه بخوای مثلا یه برنامه تمرینی مثلا بپیک کنی، مخاطبی الان جلوته داره 20 ثانیه 25 ثانیه حل میکنه، فرمولا رو کامل حفظ نیست، تمرینم تک و توک داره، خیلی نامنظم. اگه بخوای مثلا بگی روزی چند تا فرمول حفظ کنه، عدد خاصی تو مد نظرت هست؟ مثلا روزی 2 تا 3 تا مثلا توی بازه زمانی کوتاه فرمول حفظ کنه؟ مثلا کدری که برنامه تمرینی میدی همینجوری بپرسم. من توی دوره رو بیشه خودم اصلا برای خودم اینجوری نذاشتم، یعنی که مثلا من باید حالا روزی اینقدر حفظ کنم. به نظرم یه چیزیه که آدم به مود روز شب داره، بیشترین حالت بهترین حالت. آره. درسته، یعنی مثلا بگی آقا من امروز حالش رو دارم 5 تا فرمول حفظ می‌کنم، یه روز حالش ندارم مثلا حفظ نمی‌کنم، یعنی ببین یه چیز روتین نمیتونم بگم. بعد مثلا این سری هستن فرمول رو حفظ می‌کنن، میتونن حل کنن ولی تو حل میمونن. خب مثلا فرمول وقتی حفظ می‌کنن تسلط تو حل استفاده کردن فرمول خیلی مهم‌تر از اینه که الان حفظ بشه. مثلا این اولل رو بلدی ولی مهمه که تو حل سریع بزنیش، مسلط نمیشن. آره بعد یعنی مثلا بیشتر وقت گذاشتن رو یه دونه بهتر از اینکه سه تا رو علکی حفظ کنی. میگه حتی کمتر حفظ کنین بیشتر مسلط بشه. تمرین چطور؟ تمرین رو موافق مدوم بودنش و روزانه بودنش ولی بکنم؟ اگر یه هدفی مثلا داریم برای خودتون یا میخواییم به یه چیز خاصی برسیم، خب مدوم بودن تمرین خیلی مهمه. میگم مثلا من خودم روزی 400 تا موقع هر و یعنی این مداوم بود، اینجوری نبود که یه روز تمرین کنم و هفته بعدش بیام تمرین کنم. اگه این کارو میکردم مثلا همون 13-14 که بودم تازه به 16-17 میرسم، یعنی پس رفت میکردم. بالاخره تداوم تمرین که چیز مهمیه. پس اینکه ریا شما میخوای کیوبر خیلی تاپ لول باشی، پس تداوم میخوای حتی از چیز دیگه، اگه نه میخوای صرفا کیوبر سرعتی باشی، این بگه نمی کنم زیاد چیز خاصی بخواه. درسته؟ خب مرسی. حال فعلا اینجا اسکمل کنم بری؟ آره. دستش سرده، نیم ساعت هم مثلا بیرون اومده. حال فایمن نمیخواد فقط. نه فایمن. فایمن میگی بیا. آره فایمن. ببینم چم میذارم بعد چم. اون تایمر روشنه؟ نه. 8 ثانیه. یازده پنج. آره اساسا لوبونه نداشت. بریم چند تا حالا با هم مسابقه بدیم برگردیم. نظرت بریم برمیگردیم. خب یه چند تا حال بریم دستا میگم مثلا تفاضل نکنیم. اسکرام که اینجاست. یه چند تا حال بریم دیگه. That's it, sir.
خب کسا جان مرسی که امروز اومدی، مرسی که وقت گذاشتی، قربونت به سوالامون جواب. من سعی کردم هم سوالای خودم بپرسم، هم سوالایی که از من در مورد کسا میپرسیم بپرسم، هم سوالایی که حالا به درد کیوبرها میخوره. امیدوارم که ویدیو دوست داشته باشین. حرف سخنی آخری چیزی اوکی همه چی؟ فقط همین یه توصیه کوتاه به کیوبرها فقط کردیم. اگر واقعا یه رکوردی چیزی بزنیم، یکی تداوم تمرینتون مهمه. اصلا روبیک تاثیر داره، ولی شاید بگم روبیک رو کار شما 10% تاثیر داشته باشه، یعنی 90% خودتون اینو، تمرینتون و انگیزتون، همه چیتون. من یه آخرین سوال ایجاد شد، اگه بخوایم بگیم ما 100% داریم تمرین و پشتکار یه بخششه، روبیک یه بخششه، فرمول حفظ کردن یه بخششه، هر کدوم چند درصد میدی؟ نظرم تمرین مثلا میتونیم بگیم 60% شده. 60% تمرین. یه چی بود؟ حفظ فرمول و یادگیری. آه. اونم بالاخره 30% داره. یعنی کمترینش رو روبیک دادی. 10% مرسی. این تمرین مثلا مهم‌تره، و اینکه آره دیگه همین. یه تمرین مداوم داشته باشین، به روبیک توجه نکنین اصلا، شبایی که من کردم نکنین. آره دیگه همین. با تمرین مداومتون همه چی دم شما گرم، مرسی که همراهمون بودین. حتما ویدیو رو لایک کنین، کانال رو دنبال کنین، اگه دوست داشتین کامنت بکنید که دوست دارین کیا رو دعوت کنیم به این برنامه. مرسی که همراه هستین، ارادت موفق باشین، مرسی که از اون خسته نباشین، خدا نگهدارتون.